یکتا ناصر متولد بتن راست قلب پاییز یعنی دوازده آبان 57 و, و همسر سابقش یعنی منوچه 6 سال زودتر توی بطن چپ قلب تابستون به دنیا آمده و مهمترین نکته این سریال دل صوفیای نازنینه که یه آذریه هرچند به نظر خیلی ها این دو نفر به هم می اومدن اما اونا چند وقته که دیگه با هم راه نمیان و هواشی دست از سرشون و اونا پا از اینستاگرام بیرون نمیذارن شایعه جدایی این زوج پس از پخش تصاویری از تولد منوچر شروع شد. اونجا که یکی بود یکتا نبود، زیر پای سوفیا هم یک کنسول گذاشته بود که قدش به منوچهر خان و اون خانم محترم برسه تا بتونن عکسای خوبی کنار هم ثبت کنن. این شایعه با یه جمله از یکتا داغتر هم شد. خانم بازیگر برای تبریک تولد همسرش از کلمه پدر سوفیا استفاده کرده بود. ولی آقای کارگردان که نمیخواست بهترین بازیگر زندگیشو از دست بده با انتشار پستی از یه عکس دو نفره قدیمی ترجیح میداد همچنان با این بازیگر فیلم زندگیشو ادامه بده آقا منوچر علاوه بر اون عکس توی یه استوری نوشت که زن قوی من مادر قشنگ سوفیا به وجودت میبالم و افتخار میکنم یک تا خانوم که تا حالا توی حدود ده تا از فیلم های منوچرخان بازی کرده گویا قصدش برای عوض کردن کارگردان زندگی جدیه چون بعد از این هواشی پیش اومده هم استوریای تنامیزی منتشر کرد تا اینکه با گذاشتن یه جمله از سیمون دوبوار اینستاگرام و به آتیش کشید و نوشت بخشیدن واجهی ریاکارانه باید فراموش کرد همین انقدر کلکل مجازی این زوج سینمایی که توی اسفند 94 با هم ازدواج کردن زیاد شده که گویا میخوان اسفند رو دود کنم بره هوا هرچند منوچر در جواب اون استوری حرفایی زد که میشه مثبت قلم دادش کرد اما با دقت به استوری هاشون میبینیم که بیشتر نشون دهنده تفاوت 100 درصدی بینش این دو بازیگر نسبت به همه وقتی که هادی در جواب اون استوری نوشت من میبخشم ولی فراموش نمیکنم کنم بیریا عزیزم قلب برخی از تحلیلگران مجازی دلیل این میزان مهربونی و علاقه منوچه رو مهریه سنگین یکتا خانوم میدونن فعلا ما با این موضوع کاری نداریم همونطور که میبینی دقیقا عکس استوری یکتا رو میشه اینجا دید با این تفاوت که یه بیریا هم نوشته که معلوم نیست منظورش بخشیدن بیریاس یا یکتای بیریا یا اینکه میگه من بیریا میبخشم یا اینکه داره به زن خودش مطلق میندازه و میگه میبخشم و فراموش میکنم خانم بیریا آخه میتونست این بیریا رو جلوی بخشش بنویسه و ننوشت بگذاریم این اواخر یعنی اوایل آباما در این خصوص یه استوری هم دیده شد از یکی از همسران بهار رهنما که خودش یه پا کارگردان عوض کنه و امیر خسرو عباسی در این خصوص نوشته منوچهر هادی نه تنها کارگردان خوب و بزرگیه بلکه تو زندگی شخصی هم فرد بزرگ و باگذشتیه کمتر کسی توی فضای مجازی بین این همه بیننده این گونه از خود گذشتگی میکنه آدم های بزرگ رو باید در لحظه شناخت ما احتمال میدیم قصدش از این صحبت ها پیش از هر چیز خیر و میخواد آشتیشون بده و برای این زوج خوب و دوست داشتنی بهترین ها رو آرزو داریم هرچند که توی سریال آخر منو چهره عزیز دیگه خبری از یکتای محبوب نبود و کلا چند وقتی ناصر ببخشید ناصر زده تو خط تئاتر اونم با کارگردانه غیر از هادی منوچهر هادی توی سال 63 یعنی وقتی فقط 12 سال سن داشت پدرش رو توی جنگ از دست داده و کلا خانواده پرجمعیت و صمیمی هم داره ایشون پس از گرفتن دیپلم الکترونیک وارد دنیای هنر شد و گویا نه سهمیه و نه به صورت واقعی وارد دانشگاه نشد و به صورت تجربی و استعدادی فعالیت هایی چون بازیگری، نویسندگی، تدارکات و کارگردانی رو پشت سر گذاشته اولین فیلم او به نام تلاتوم در سال 85 ساخته شد و بعدش به ساخت تلفیلم و سریال هایی برای تلویزیون و شبکه نمایش خانگی هم روی آورد. فیلم هایی مثل آینه بغل رحمان 1400 و قرنطینه از ساخت های این بچه شهیده. پدر سرکار ناصر هم افسر بازنشسته نیروی زمینی بود و همینطور که از خانواده نظامی و تاریخچه هنری اونها معلومه ازدواجشون هم از رژه جذاب یکتا توی روستای مرزی آغاز شده. بعد از ساخت این فیلم منوچر که از یکتا خوشش اومد از اون برای نقش مکمل توی فیلم یکی میخواد باد حرف بزنه دعوت کرد و خانم ناصر به دیده منت قبول کرد و علاوه بر گرفتن سیمرغ بلورین جشنواره فجر یه حلقه طلایی هم دریافت کرد خانم ناصر توی سن 19 سالگی به خاطر علاقه زیادش به بازیگری دفاتر بازیگری زیادی رو گشت تا سرانجام برای بازی توی فیلم گلهای کاغذی انتخاب شد. فیلم ساغی توی سال 80 باعث شد وارد سینما بشه و توی 22 سال بعد فقط 20 تا فیلم سینمایی کار کرده فعالیت های هنری یکتا پس از ازدواج با منوچر بیشتر شد و هادی توی فیلم های زیادی یکتا رو بازی داد تا اینکه پس از سریال دل دیگه تصمیم گرفت بازیچه آق منوچر نشه اغلب بیننده های اون سریال از کشیدگی بیش از حد دل ابراز نگرانی میکردن آق انقدر توی دل آب بسته بود و رقیقش کرده بود که از هیجانات عاشقانش کم شده بود یعنی به اندازه یه سریال ترکیه ای طول داشت مونتا ارزش اندازه یه عکس سه در چهار با تمام اینا کارگردان قصه امروز ما فیلم های خوب زیادی هم ساخته که نباید از اونا قافل بشیم مثل آینه بغل با بازی جواد عزتی و گلزار و من سالوادور نیستم با بازی رضا عطاران و چهارشنبه سوری هدیه تهرانی راستی تا یادم نرفته بگم که مهریه یک تا خانوم که واقعا زن زندگی اه ببخشید اه زن زندگی بود فقط پنج تا سکه ناقابله هرچند پنج تا سکه هم خیلیه اما واقعا این میزان مهریه نشون دهنده مهر این بازیگر به منو چهره درست مثل بازیگرایی که حاضرن توی یه فیلمی که از فیلم نامش خوششون میاد دستموز کمتری هم بگیرن و این افراد اغلب تو جشن حافظ برگزیده میشن جایزه حافظ یه مراسم اعطای جوایز سالانه است که با تقدیر از دستاوردهای سینمایی و تلویزیونی برگزار میشه و یه جایزه ها و تندیس هایی هم اهدا میکنن توی یکی از همین مراسم ها یکتا که میخواست توی جشن حافظ هم یکتا باشه با یه لباس آرایش خاصی حاضر شد و توی فضای مجازی کلی قوقا کرد عروس قصه امروز ما انگار جشن حناوندون حافظ رفته بود بعضی از سایت هایی که فضاش کاملا زنونه است مثل روز بعد عقل و عروسی و این چیزها شروع کردن از نوع فر مو و لباس جذب و کت گرون و بوتی که معلوم نیست تا کجا ادامه داشت و اینکه اصلا فصل بوت رسیده مگه و چیزای دیگه حرف زدن ما به پوشش کسی کاری نداریم و شخصی اصلا خیلی هم خوب بود لباسش و آرایشش ولی عمل آدما وقتی توی اجتماع انجام بشه دیگه شخصی نیست و به ما مرتبطه مثلا وقتی بازیگرا عملی انجام میدن درسته که بدن خودشونه منتها عملهایی مثل بوتاکس و تزریق و سایر موارد باعث میشه علاوه بر اینکه همشون شبیه هم بشن بازی زیر پوستیشون هم لابلای ژل ها گم بشه البته این یه انتقاد بود و قبل از هر انتقادی باید به جای صحبت از عمل بازیگرای خوبمون سعی کنیم بازیگرای خوبی برای زندگی خودمون باشیم زیر و رو نداره لایک و سابسکرایب شما وقتی با انتقاد و پیشنهادهای سازنده همراه باشه ما رو دلگرم میکنیم